توجه، این برنامه شامل گفتارهایی است که ممکن است برای همه سنین مناسب نباشد. برای اینکه تلاش میکردم یک کودک مسیحی خوب باشم و بعد تبدیل شدن به یک بالغ مسیحی، اما یک گناه مخفی در قلب من ادامه داشت و قلب من کاملا درگیر شهوت بود. خب هنوزم هر کاری رو که به عنوان شبان بعد انجام میدادم انجام میدادم، به اون چه موعظه میکردم باور داشتم، ولی خب این لحظات رو هم داشتم که خود ارضایی میکردم و به هر زنگاری نگاه میکردم. شاین احساس آزادی کرد و من شوکه شدم و من احساس کردم یک کامیون به هم زده. اون موقع فکر می‌کردم که به خاطر نبود صمیمیت و رابطه تنگ و تنگه. من فکر می‌کردم که این درباره منه. به عشق پاک خوش اومدید. من جاناتان دارتی هستم. بر طبق نظر میهمانان برنامه امروز، استفاده از هرزنگاری در کلیسا یک اپیدمی خاموشه که توسط ترس از برملا شدن، شرم و همینطور عدم تمایل بسیاری از رهبران برای روبرویی با این مسئله جای گرفته. شین و مارتی کاوچ مهمان ما هستند، زوجی از سنخوزه کالیفرنیا. اونها سازمان پورنوگرافی این دپیو رو رهبری میکنن. حقیقت اینه، مسیحیان با این مشکل درگیر هستند و این در بین بی ایمانان افزایش پیدا میکنه. آمارها نشون میده که بیش از 60% شبانان با این مشکل درگیر هستند و تصور کنید چه اتفاقی برای مردانی میفته که توسط این افراد هدایت میشن. یک سرود قدیمی هست که میگه نه برادرانم و نه خواهرانم، بلکه خداوندا این من هستم که به دعا نیاز دارم. اولین برخورد من با هرزنگاری در حدود سن 7-8 سالگیم بود. یه بچه جدید به پایین خیابون ما اومده بود و پدرش پوسترهای پلی بوی رو توی گاراژ نگه می‌داشت. و خب میتونید تصور کنید ما با عنوان بچه های کم سالی که نسبت به این چیزها بسیار کنجکاو بودیم کجا بیشتر وقتمون رو میگذروندیم. و متاسفانه تفریح دوستای من روبروی این تصاویر بود و من هم عادت کرده بودم که بازی کنم و به این تصاویر برهنه روی دیوار خیره بشم و نگاه کنم و این بسیار قدرتمند بود برای اینکه هیچ وقت نتونستم فراموشش کنم و میتونم بگم اون تصاویر توی ذهن من باقی موندن. و بزرگ شدنم با بلوغ جسمی من خود ارضایی رو در کلاس نهم بود که کشف کردم و میدونید این یه جورایی اتفاقی بود، ولی من دربارش احساس گناه میکردم و نمیتونستم بفهمم چرا. میدونید یه چیزی درباره بچه مسیحی بودن و اینکه این کار من رو حقیقتا گناهکار میکنه بدون اینکه حتی کسی به هم گفته باشه که این بده یا غلطه و اشتباهه، ولی واقعا احساس گناه میکردم. ولی بعدش درگیرش شدم و این بارها و بارها اتفاق افتاد و کسی نبود که باهاش صحبت کنم، چون به عنوان یه مرد جوان میدونید این چیز بسیار خجالت آوریه و میدونید اگر دیگران که این کار را انجام میدادن و درباره صحبت میشد اونها رو مورد تمسخر قرار میدادن، پس مسلماً هیچ راهی نبود که من هم بتونم در این باره صحبت کنم و حرف بزنم. و با بزرگ شدنم و فهم این که کتاب مقدس درباره پاکی جنسی و مقدس زندگی کردن و امثال اینها چی میگه و اینکه مسیح میگه اگر به زنی با نگاه شهوت آلود نگاه کنی همون موقع در دل خودت در واقع با اون زن زنا کردی، این باعث درگیری من در بلوغ شد. برای اینکه تلاش میکردم یک کودک مسیحی خوب باشم و بعد تبدیل شدن به یه بالغ مسیحی، اما یه گناه مخفی در قلب من ادامه داشت و قلب من کاملا درگیر شهوت بود و اظهارات خود ارضایی همچنان ادامه داشت. و درست بعد از اون، زمانی که کالج کتاب مقدس رو شروع کردم تا شبان بشم بیشتر هم شد و این درگیری همچنان ادامه پیدا کرد و درگیری ذهنی من رشد کرد و هنوز هم کسی نبود که بتونم باهاش صحبت کنم، برای اینکه این موضوع میدونید خیلی شرم‌آور بود که من بتونم در موردش با کسی صحبت کنم. به خاطر درگیر بودنم در این موضوع از خودم بدم میومد، میدونید از خودم متنفر بودم و از این کارها منزجر بودم، مخصوصا وقتی میدونستم که این کار قلب خداوند رو جریحه دار میکنه و این دلیلی بوده که عیسی مسیح روی صلیب رفته به خاطر این گناهان. و وقتی که در حلقه شهوت و خودارضایی و بعدش توبه میدونید تلاش برای درست کردنش بودم، همونطور که این حلقه باطل ادامه داشت و من احساس ناامیدی می کردم، میدونید کاملا احساس ناامیدی می کردم،
برای اینکه به نظر می رسید که هیچ راهی وجود نداشته باشه که بتونم ازش خارج شم و می دونستم کلید رهایی اینه که با کسی صحبت کنم، ولی شجاعتش رو نداشتم و می ترسیدم این کارو بکنم. و خب می دونین، در حالی که سعی می کردم پاک زندگی کنم با تا اونجایی که امکان پذیره جنبه های پاکی رو تو زندگیم رعایت کنم، متاسفانه درست در همون موقع وسوسه به سراغم می اومد و خود ارضایی می کردم. در هنگام اون درگیری ها هیچ وقت احساس نکردم که خدا ازم متنفره، برای اینکه من در کلاس های کلیسایی یک شنبه بزرگ شده بودم و بخشودگی می دونستم چیه، ولی نمی تونستم از اون بخشودگی برای شکستن حلقه گناهان خودم استفاده کنم. برای اینکه پیش می رفتم و پیش می رفتم و بعد از انجام اون کار احساس بدی می کردم و از خدا طلب بخشش می کردم و می دونستم این کار قبلنم انجام دادم و این نتونست جلوی تنفر منو از خودم بگیره، با اینکه می دونستم خدا عاشق منه. و بالاخره در کالج این شجاعت رو پیدا کردم تا با یه نفر درباره گرفتاری هام صحبت کنم و می دونید این یه قدم بسیار بزرگ بود که لازم داشتم اون قدم رو بردارم. و خب وقتی که فارغ التحصیل شدم و تبدیل شدم به یه شبان رسمی و استخدام کلیسا شدم، میدونستم که باید یه شریکی داشته باشم که بهش پاسخگو باشم و میدونید این پاسخگویی در واقع یه جورایی تبدیل به یه کار فرمالیته شده بود، نه اینکه واقعا تغییر تو زندگی ایجاد کنه. و خب میدونید با درگیریم کنار اومدم و یه جورایی اون چیزی رو که بودم پذیرفتم. و خب وقتی که ازدواج کردم دیگه اون مشکل خیلی گریبانگیر من نبود، برای اینکه رابطه جنسی و سکس برای من یه چیز خیلی جدید بود و در واقع احساس نیاز نمی کردم تا اون کار انجام بدم. ولی متاسفانه اون حلقه دوباره برگشت و یک بار دیگه گرفتارش شدم و این بار حتی خودم رو بیشتر از دفعات قبل سرزنش می کردم، برای اینکه به خودم می گفتم من یه زن زیبا دارم، برای چی این کار انجام میدم؟ چرا این کار با اون می کنم؟ چرا این کار با خدای خودم می کنم؟ و خب ظاهرسازی تو زندگی من شروع به رشد کرد، برای اینکه من یک شبان بودم و میدونستم کتاب مقدس ترین باره چی میگه، میدونستم قرار راجع به چی موعظه کنم، ولی در این حال خودم گرفتار بودم و خودم رو دروغ خطاب میکردم و سر خودم داد میزدم که تو یه دروغ هستی، ولی بازم هیچ نوع شفایی در این حوزه نگرفتم. خب من شبان جوانان شدم زمانی که در اون کلیسا خدمت می کردم و شروع کردم به موعظه کردن برای بچه ها در مورد پاکی جنسی، همونطور که کتاب مقدس در این باره میگه. و در سالهای اولیه شبانیم دیگه هرزنگاری نگاه نمی کردم تا اینکه همسرم کار خدمتیش رو شروع کرد و به یه لپتاپ نیاز داشت و وقتی کامپیوتر به خونه ما اومد، متاسفانه دوباره هرزنگاری به زندگی من برگشت که از همون دوران بچگی به اون نگاه نکرده بودم. اما حالا یه کامپیوتر تو خونه ماست و به خاطر حلقه باطل من و حس کنجکاویم محدودیت‌ها رو کنار گذاشتم و متاسفانه دوباره از نو به طور منظم به هرزنگاری گرفتار شدم. خب هنوزم هر کاری رو که به عنوان شبان باید انجام میدادم انجام میدادم، به اون چه موعظه میکردم باور داشتم، ولی خب این لحظات رو هم داشتم که خود ارضایی میکردم و به هرزنگاری نگاه میکردم و تو زندگی من جا گرفته بود. خوشبختانه همسرم شجاعت این رو داشت که چند باری با من مواجه بشه و من عهد میبستم که دیگه گرفتار این موضوع نشم. قسم میخوردم خدایا بهت قول میدم دیگه این کارو نکنم، برای اینکه دیدم چطوری همسرم از این موضوع آسیب دید و خدایا بهت قول میدم دیگه هرگز این کار رو نخواهم کرد. ولی متاسفانه بازم برمیگشتم و دوباره انجامش میدادم و اون حلقه باطل دوباره ادامه پیدا میکرد و نمیتونستم بفهمم چرا نمیتونم اونو تو زندگیم بشکنم. همه چیزو به همسرم نگفتم، اجازه دادم فکر کنه من یه شریک پاسخگویی دارم و نباید نگران باشه. و میدونید یا میگفتم بله من هرزنگاری نگاه کردم، ولی خب منظوری نداشتم و سعی میکردم اونو طبیعی جلوه بدم. خب پنهانش کردم و گفتم نباید نگرانش باشی. اما در نهایت موقعیت زندگیم و همینطور موقعیت خدمتم، میدونید همه اینها دست به دست هم دادن تا احساس کنم دیگه الان وقتشه که همه چیز رو بهش بگم. و خب یه شب براش نامه‌ای نوشتم و در اون نامه همه چیزو گفتم، هیچ چیزی رو مخفی نکردم، هر چیزی رو که درگیرش بودم اعتراف کردم
برای اینکه اجازه داده بودم اون فکر کنه همه چیز رو در ازدواجمون میدونه و در واقع من در یه دروغ زندگی میکردم. در اون موقع اینو نمیتونستم ببینم برای اینکه انکار خیلی قوی بود. اما با این نامه همه چیز رو بهش گفتم و اون شب وقتی از سر کار خونه اومد نامه رو براش خوندم و واقعا احساس کردم آزاد شدم. وقتی خودم رو چک کردم تا ببینم چیزی رو از قلم انداختم یا نه، دیدم که نه، همه چیز رو براش اعتراف کردم. من احساس آزادی کردم ولی همسرم احساس کاملا متفاوتی داشت. بر روی اندروید، آیفون، آیپد و آیپاد لمسی ما هدایای فوق‌العاده زیاد و رایگانی رو براتون داریم. فقط به اپ استور مورد علاقتون برید و پیور پشن رو سرچ و دانلود کنید تا به بیش از 130 ویدیو دسترسی پیدا کنید که شامل نرم افزار تلویزیون ما هم میشه، به علاوه تمام کنفرانس ها، برنامه های قدیمی تر ما و همینطور سایر منابع. به برنامه های صوتی ما درباره سوء استفاده از کودکان، هم جنس گرایی و اعتیاد جنسی گوش کنید. به علاوه اینکه میتونید به سایت ما و صفحات فیسبوک ما هم دسترسی پیدا کنید. آیا میدونید خدا راهی رو برای فرار از گناهان جنسی مهیا کرده برای کسانی که زندگیشون رو به پسرش عیسی مسیح میدن؟ بله، این یک سفر به سوی پاکی، آزادی و شفاست. دکتر هری شنبرگ در کتاب خود به نام طاهر راهی رو ارائه میده که شما رو به یک برنامه 12 مرحله‌ای برای رسیدن به پاسخگویی و پاکی میبره و همینطور راه رفتن عمیق‌تر با خدا که آزادی رو به همراه میاره. برای دریافت نسخه خود از کتاب طاهر به سایت purepassion.us مراجعه کنید. و خب شین احساس آزادی کرد و من شوکه شدم. من احساس کردم یه کامیون به هم زده. اون موقع فکر میکردم که به خاطر نبود صمیمیت و رابطه تنگاتنگه. من فکر میکردم که این درباره منه. از خیلی جنبه ها، برای اینکه من کسی بودم که میتونستم این جریان رو کنترل کنم. این فکر من بود. و خب فهمیدن این که این درباره من نبوده خیلی سخت بود و یکی از دلایلی که سخت بود این بود که من یک درمانگر خانواده هستم و درباره اعتیاد جنسی تعلیم دیده بودم به امید اینکه به افراد در این حوزه بتونم خدمت کنم و نمیدونستم اولین افرادی که نیاز به خدمت شدن تو این زمینه دارن خود ما به عنوان خادمین هستیم. ما احتیاج به این خدمت داشتیم. و خب بی‌حسی من تبدیل به خشم شد، برای اینکه می‌دونستم چقدر کار داشت. می‌دونستم که در کارم به مردم این امیدو می‌دادم که چقدر آزادی در آینده هست. و همینطور در اون موقع این احساس رو داشتم که چقدر کارها هست که باید با این آشکارسازی همسرم انجام بدم. و خب از احساس بی‌حسی به خشم رسیدم و بعد متاسفانه زمان زیادی ناراحتی و آسیب دیدگی من طول کشید که این موضوع رو سالهای زیادی به من نگفته بود و اینکه اینو قبل از ازدواج به من نگفته بود و این یه جورایی به من این احساس رو میداد که این مرد که خیلی قابل اعتماد بود، که ارزش اصلی اون در صداقتش بود، چیزی رو مخفی کرده بود و این احساس رو داشتم که به من دروغ گفته شده در تمام طول ازدواجمون و این برای من زمان زیادی برد تا احساس کنم میتونم دوباره بهش اعتماد کنم. و از این حالت که این موضوع در مورد من بود به فهم این که این یه سفر شخصی اون بود تغییر حالت دادم و شروع کردم به دریافتن این که این سفر منم هست و نیاز به این داشتم که در این موضوع که من در مسیح کی بودم رشد کنم و این که چیزی که خدا برای من همیشه در نظر گرفته بود تا اونطوری باشم چیه و این تبدیل شده به پروسه ما برای همراهی در بازتوانی و بسیار به ما کمک کرد تا بفهمیم خدا برای ما چه چیزی رو در نظر گرفته. این خیلی زیباست. خب بعد از اینکه به همسرم گفتم چی بر من گذشته و اون هم شروع کرد به تمرکز کردن روی اعتیاد جنسی من به صورت عملی، اون تونست افرادی رو برای من پیدا کنه و منو با درمانگرانی مرتبط کرد و اونها به من گفتن که من باید به یه گروه ملحق بشم و واکنش طبیعی من این بود که گروه؟ من که به گروه نیازی ندارم. آخه میدونین گروه مال آدمای ضعیفه یا آدمایی که مشکلی دارن. من که مشکلی ندارم. اما خب مشخصا مشکل داشتم ولی اون مشکل رو انکار میکردم. وقتی که به گروه ملحق شدم، رفاقتی که در بین این برادران وجود داشت رو دیدم.
خواستم داخل شم، خواستم اون رفاقت رو من هم داشته باشم، اون آزادی که بتونی به اشتراک بذاری که چی بر من گذشته. پیوستن به اون گروه یکی از بهترین کارهایی بود که در تمام عمرم کردم، برای اینکه حقیقتاً در تضاد کامل با اون کاری بود که در تمام عمرم انجام میدادم، در تضاد زیادی با اون سکوتی که همیشه برای سالها داشتم، و حالا مکان امنی بود که میتونستی مسائل رو به اشتراک بذاری و لازم نبود که سکوت کنی. اون آزادی بیان شفای زیادی رو به همراه خودش به زندگی من آورد. ما در واقع هر دو با هم شروع به کار کردیم. من به گروه خودم پیوستم و اون هم به گروه خودش پیوست که متعلق به همسران بود، و ما این سفر بازتوانی رو هر دو با هم دیگه شروع کردیم به عنوان یک زوج، چون اون میخواست در کنار من بیسته و منو ببخشه. در واقع اون میخواست در این سفر سخت و دردناک منو همراهی کنه. ولی باید بگم که این سفر بسیار با ارزش بود، برای اینکه من در یه دروغ زندگی میکردم. نمیتونستم ببینمش ولی زندگی میکردم و نمیخواستم این میراث من باشه، برای همسرم، برای بچه هام، حتی اگر اونها جزئیات سفر من رو متوجه بشن یا نه. در حقیقت این چیزی نبود که من برای بچه هام میخواستم. خب من بالاخره تونستم از اون دروغ آزاد بشم، و بخش بزرگیش به خاطر این بود که تونستم توی اون گروه صحبت کنم. آیا همیشه یک معتاد جنسی خواهم بود؟ این سوالیه که مدام سازمان ما دریافتش میکنه. این اغلب از احساس شرم و این نظر که این اعتیاد به خصوص به طور دائمی در شخصیت افراد باقی میمونه به وجود میاد. اعتیاد جنسی یکی از اون اعتیادهایی که جامعه اغلب اون رو غیر قابل درمان میدونه و این معرف شخصیت یک نفر برای تمام زندگیشه. تفکر رایج اینه. ولی فیض خدا فقط برای کسایی نیست که گناهان کوچیک دارن، بلکه فیض خدا شامل تمام گناهان میشه. سختی پاسخ دادن به این سوال اینه که هیچ کس زندگی بدون نقص نداره، حتی در بازتوانی. ممکنه پسر یا دختری به برنامه بازتوانی وارد بشن و دستورالعمل‌هایی رو برای تفکر درست و قالب رفتاری دریافت کنن که به رفتارهای جنسیشون کمک کنه. موردی که همیشه وجود داره اینه که اونها با چالش‌هایی در این پروسه بازتوانی رو در رو میشن، که اصلی ترین اون رویارویی و غلبه بر وسوسه‌هایی که بهش دوچار میشن، که هر کسی از این نبرد پیروز بیرون نمیاد. ولی این به این معنی نیست که کاملا از میدون بیرون رفتن، بلکه بازتوانی درباره اینه که دوباره برگردن و بیشتر بجنگن. مشکل حقیقی که من با این سوال دارم عدم درک درست از هویت فردیه که به این اعتیاد گرفتار شده. این که میگن اونها معتادین جنسی هستن، به جای این که بگن اونها با اعتیاد جنسی دست به گریبانن. به نظر میاد این دو جمله فرق کمی دارن، ولی تفاوت زیادی در مفهوم این کلمات هست. این که افراد رو فقط با رفتارهای گناه‌آمیزی که درگیرش هستند بشناسیم به هیچ وجه عاقلانه نیست. هر انسان دارای ارزشی بی نهایته. اونها کاملا به صورت خدا آفریده شدن. این ارزش زیادی رو ورای سایه رفتارهاشون به اونا میده. مسیح برای همه مرد، پس همه انسان‌ها ارزش دوست داشته شدن رو دارن. وقتی فردی محبت بی قید و شرط خدا رو درک میکنه و این هدیه رایگان عشق و حیات رو که در عیسی مسیح یافت میشه میپذیره، هویت اون فرد در مسیح شکل میگیره، نه با رفتارهاش. از سوی دیگه میشه این حقیقت رو گفت که رشد و بلوغ هویت در مسیح باعث کاهش این رفتارها میشه. چرا؟ برای اینکه وقتی افراد شروع میکنن به دیدن خودشون به صورتی که خدا اونها رو میبینه، به عنوان پسران و دختران ارزشمند و پرقیمت پادشاه، اونها رشد میکنن تا بیشتر و بیشتر شبیه پدرشون بشن، پاک و مقدس. افرادی که از من میپرسن خودم رو چطور معرفی میکنم، مثلا در نشستهای گروههای حمایتی مثل هنگام ملاقات با معتادین جنسی، به اونا میگم سلام، من جاناتان دارتی هستم، فرزند خدا که درگیر شهوت هستم. هویت من در رابطه من با خداست و ضعف من در مبارزه با شهوتمه، و من شجاعت پیدا میکنم چون خدا میتونه یه چیز بی‌نظیر رو در ضعفمون بسازه. الان به فیض خدا من معتاد جنسی نیستم و شما هم دیگه لازم نیست باشید. آیا علاقه دارید از اخبار ما اطلاع پیدا کنید؟ از شما دعوت میکنیم به آدرس فیسبوک و توییتر ما بپیوندید.
پس آدرس های ما رو که روی صفحه میبینید در فیسبوک و توییتر اد کنید. میتونید در اونجا اخبار ما، متن های الهام بخش و همینطور فیلم هایی درباره قاچاق جنسی، هرزنگاری و سایر مشکلات در این باره پیدا کنید. همچنین در اونجا عکس هایی رو که در سفرهامون و در حین فیلم برداری گرفتیم پست کردیم. پس صفحه ما رو در فیسبوک و توییتر لایک کنید. آیا شما به دام کارهای غیر اخلاقی جنسی افتادید و فکر می‌کنید هیچ راه خروجی نیست؟ آیا احساس می‌کنید شرمی که دارید سبب شده احساس کنید از محبت خدا دور شدید؟ اگر این تصورات رو دارید، راسل ویلینگهام کتابی آموزشی نوشته که به شما کمک می‌کنه تا به مشکلاتی که شما رو به گرداب گناه انداخته غلبه کنید. امید، رهایی و راه فراری رو که خدا برای همه مهیا کرده دریافت کنید. کسی که به وسیله منجی گناه شما رو برداشت. نام این کتاب آزادی از شکسته. برای دریافت کتاب به آدرس ما مراجعه کنید. اغلب اوقات احساس خانوما اینه که الان باید چیکار کنم؟ الان که من میدونم اون دوباره درگیر هرزنگاریه، یا ممکنه اون مرد بهش بگه همونطور که شین به من گفت، بگن خب الان باید چی کار کنم. اما کاری که نیاز اون خانم بکنه و کاری که من نیاز داشتم بکنم این بود که افرادی رو پیدا کنم که بتونن به من کمک کنن، افرادی که برای این کار مجهزن. من باید کسی رو پیدا کنم که زندگیم رو در این باره ایمن کنه و خب من یک درمانگر پیدا کردم. من یک گروه پیدا کردم که به اونجا برم، برای اینکه ما شنیده بودیم که بیشترین جمله‌ای که در زبان ما آرامش بخشه جمله من هم همینطور است و من به محیطی نیاز داشتم که اینو از یکی دیگه بشنوم. برای اینکه تجربه شریک زندگی یه معتاد اینه که به اختلال اضطرابی بعد از حادثه دچار میشه. این به صورت اختلال اضطرابی در ماه‌های اول شروع میشه و تبدیل میشه به یک اختلال اضطرابی بعد از حادثه. شما کابوس میبینید، خاطرات رو به یاد میارید، بازگشت به خاطراتی که شما اصلا ندیدید ولی به خاطر اینکه همسرتون بهتون گفته حالا شما اون رو به صورت خاطرات شخصیتون دارید و خب شما به کمک نیاز دارید و این کمک رو به صورت بازتوانی نیاز دارید. اینکه گروه امنی داشته باشید، از افرادی که باهاشون صحبت کنید و در طول هفته باهاشون تماس بگیرید وقتی که شما در سوگواری هستید. برای اینکه این سوگواری زمان زیادی طول میکشه و شما تا الان اینو نمیدونستید. زندگی شما زندگی هست که تغییر کرده و دیگه مثل زندگی گذشتتون نیست. فهمیدن این که شما با کسی ازدواج کردید که یک اعتیاد جنسی داره و توانایی تبدیل اون به زندگی که الان در پیش روتون هست و امید رستگاری کار زیادی میبره و خب اون زن نیاز داره که در یک گروه باشه، اون نیاز به یک درمانگر داره. این چیزیه که ما ارائه میدیم. ما مشاوره به افراد رو ارائه میدیم، آموزش این که برنامه بازیابی و شفا چیه برای کسایی که در بازتوانی هستند و اینکه اونها نیاز دارن چه کارهایی رو انجام بدن تا بتونن به آزادی دست پیدا کنن و اونها به کسی نیاز دارن که امیدو در ازدواج اونها نگه داره، برای اینکه اونها احساس ناامیدی میکنن. اونا میخوان درست درون به این تصمیمی بگیرن، برای اینکه اعتماد ندارن که هیچ بهبودی در اوضاع حاصل بشه و چیز خوبی اتفاق بیفته و این فرصت رو میده که از این اشتباه برگردن و این خیلی درسته. این چیزی که برای من و زندگیمون اتفاق افتاده به وسیله بازتوانی و همینطور به وسیله بازتوانی من از تومور مغزی. این فرصت باعث بهبود شد، اما در ابتدا نمیتونین چیزی بهشون بگین، برای اینکه اونا آماده نیستن تا این موقعیت رستگاری رو دریافت کنن. اونها نیاز دارن افرادی دور و برشون باشن و به اونها کمک کنن تا شفا پیدا کنن. ما چند مورد مشاوره رو ارائه میدیم. ما سمینارهایی رو برای افرادی که در کلیسا هستن برگزار میکنیم، به خصوص برای همسران شبانان، برای اینکه اغلب اونها افراد امینی رو ندارن که باهاشون صحبت کنن و حتی افرادی که در اجتماعشون هستن که ممکنه بشناسن ولی نمیدونن چه کسی راز اونا رو نگه میداره و چه کسی رازشون رو نگه نمیداره و خب برای همین این فرصت محرمانه بودن رو ارائه میدیم و هرچی که میگن همونجا باقی میمونه به جز محدودیت‌های قانونی که در مورد محرمانگی وجود داره، ولی ما یه مکان امن رو ارائه میدیم و ما اونها رو تشویق میکنیم که دستورالعمل‌ها رو اجرا کنن و راهنماییشون میکنیم. ما میگیم بازتوانی مثل ورود به مدرسه میمونه. شما برای مدت طولانی ثبت نام میکنید، برای اینکه خیلی زمان میبره تا شفا ایجاد بشه. اغلب اوقات مردم میگن خب نباید اینقدر کار ببره و در برابر کارهای ما و برنامه‌هایی که بهشون میدیم مقاومت میکنن، اما واقعا اون میزان کارو میبره و خب
ما افراد رو تشویق میکنیم که تمام مسیر رو برن و این اغلب زمان زیادی میبره تا معتادان خودشون تشخیص بدن. درسته، ما نمیتونیم این کار رو خودمون انجام بدیم. خدا به هیچ وجه انتظار نداره در تنهایی شفا بگیریم. ما در اجتماع شفا میگیریم و ما در رابطه است که شفا میگیریم. برای اینکه اعتیاد جنسی یک اختلال صمیمیته و باید دوباره از اول شروع کرد. بازسازی رابطه ها رو نیاز داره و صمیمیتی که خدا انتظار داره. خب همسران شبانان به طور خاص نیاز دارن که صحبت کنن که در بازتوانی بهش میگیم صحبت کردن با ترس و واهمه. اغلب اوقات اونا میترسن این کارو انجام بدن. میترسن اگه بگن شوهر شون اخراج بشه. ما میتونیم محیطی رو ارائه بدیم که اون بیاد، میتونه بهمون زنگ بزنه یا اسکایپ کنه، جلسات مشاوره‌ای با ما داشته باشه و اون وقت ما میتونیم برنامه‌ای درست کنیم که زوج‌ها بتونن در برنامه بازتوانی قرار بگیرن همونطور که ما قرار گرفتیم. میخوام همه شبانا رو تشویق کنم که کسی رو پیدا کنن تا بتونن باهاش صحبت کنن، تا بتونن درباره درگیری‌هاشون صادق باشن و جزئیاتش رو مطرح کنن. برای اینکه این یک کلیده، کلید رهایی از انکار و محافظه‌کاری، سرزنش و هر چی که هست. اما در مقابل سکوت کلیدیه که لب‌های شما رو قفل می‌کنه. خیلی از شبان‌ها خجالت می‌کشن که صحبت کنن یا فکر می‌کنن کسی نیست که بتونن باهاش صحبت کنن یا می‌ترسن از اینکه کارشون رو از دست بدن و یا اعتبارشون و خوشنامی خودشون رو از دست بدن. این چیزیه که فکر می‌کنن. ولی اونها روی دیگه قضیه رو نمی‌بینن که دارن تو دروغ زندگی میکنن. پس همه شبانا رو تشویق میکنم که شروع کنید درباره مشکلاتتون حرف بزنید. یعقوب 5:16 چیزی میگه که من هر جا میرم اون رو جار میزنم. میگه نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف کنید و برای هم دعا کنید تا شفا یابید. امیدوارم تونسته باشین راهنمایی و امید رو از مهمانان امروز ما گرفته باشین. در حقیقت ما باید بدونیم که نگاه کردن به هرزنگاری مثل هر بی اخلاقی دیگه جنسی زنا محسوب میشه. پس این چیز بسیار مهمیه. ما همینطور نیاز داریم یاد بگیریم که آزادی برای افراد خجالتی به وجود نمیاد که به وسیله عدم ابراز مشکلشون در تاریکی زندانی شدن، بلکه با به کار بردن فیض خداوند در مسیحه که این آزادی به وجود میاد. تیتوس باب 2 آیات 11 و 12 به ما میگه فیض خدا به ما یاد میده که به امیال دنیوی و غیر خدایی نبگیم. چطور این کارو میکنه؟ با تغییر غرایز ما که در مقابله با خدا قرار گرفته و تبدیل اونها به تاثیرگذارنده ای عمیق برای خدا. مسیح همچنین قدرتی خدایی رو به این معادله آورده که بسیار قوی تر از قدرت گناهه. و همینطور که امیال ما با فیض خدا تغییر میکنه و به صورت خواست خدا در میاد، این قدرت ما را از سقوط و انحطاط حفظ میکنه. آیه‌ای که میتونید در یهودا 24 ببینید، ولی مزامیر باب 37 آیه 23 و 24 اینو به بهترین شکل میگه. گر خداوند راه کسی را خوش بدارد، گامهایش را استوار میسازد. هرچند بیفتد نقش بر زمین نخواهد شد، زیرا خداوند دستش را میگیرد. چرا امروز در مشارکت با خداوند عیسی مسیح قرار نمیگیریم و در راه پیروزی قدم نمیذاریم، راهی که از قبل برای تک تک شما مهیا شده؟ من جاناتان دارتی هستم از عشق پاک.